عشقای دل من سلام، بسیار خوش اومدین به ویدیو خفن امروز من. تو ویدیو امروز اومدیم و با دکایی که شما پیشنهاد کردین کلاسیک چلنج بزنیم، ببینیم میتونیم تکمیلش بکنیم یا نه. کلاسیک زیاد مهم نیست، مهم آنالیز دکای شماست. بچه این ترکیب بچه جناب آقای دارک نایت ارسال کرده عزیز دل ما و من میخوام نظرم رو در مورد این دک بگم. در قدم اول بچه خب میانگین اکسیر خیلی بالایی دارین، ترکیبا که معمولا میانگین اکسیرشون بالایه، حالا 4 و 4 ایناست، کالکتور دارن که اکسیر کم نیارن بچه، ولی خب این 4 و 4 و ما کالکتور هم نداریم. ترکیب کارت مانک و پکا جالب نیست، پکا معمولا با آرچکوین و گلدنات خیلی بهتره و شما اگر علاقه من به پکا رمروی داری خب ما ترکیب خیلی خوبی داریم. پکا رمروی داری با بندیت و گلدن نایت و عرض به خدمت شما لایتنینگ و الکترو ویزارد و بیبی رو داریم، ترکیب خیلی خوبیه. زیاد توصیه کننده نیست. برای لیگ 10 جوابه، برای کلاسیک و کاپ 7500 خوبه، ولی خب برای رنگ زدن مناسب نیست. بریم باشه بتل بزنیم، کپی بکنیم دکو، ببینیم ما باشه جوری عمل میکنیم. دیشب هم بچه من کاپم 1890 بود، رنگ 150 گلوبال بودم، یه بتل میخواستم تا یک لوکال اگر میزدم همچنان یک بودم، ولی خب ترکیب رمیالی بچه، ترکیب رمیالی 3-4 دفعه پشتم بهم خورد و اصلا نمیشه کاری کرد. خود رمیالی هم فکر میکنم یک گلوبال باشه. بله اصلا بچه جلو این دک خدا شده به اوکسایکل نمیشه کاری کرد. شما هر کارتی بندازین تو دو ماجیک میکنه بچه، به تابر دمیج میزنه. اصلا من این دکو با من اسکیل بچه خدا شده قبول ندارم. اسکیل جلو هوک سایکل نداره، چون شده بچه من 3000 تا جلو بودم نتونستم ببرم، خدا شده نتونستم. هر چی بندازم تو دو ماجیک میکنه بچه تابر هم میزنه. سر این بچه ما نتونستیم دیشب یک لوکال رو سر این دک بزنیم. فدای سرتون. بریم چند تا بتل بزنیم ببینیم چه جوری هست. خب ترکیمون خیلی سنگینه، حواسمون رو باید جمع بکنیم. خب بچه این ایده جدیدیه که من عملی کردم. رفقا هم که میخوان شما اگر میخوان دکر سال بکنین حتما بچه توی لینک گروه تلگرام که توی توضیحات ویدیو میذارم جوین بشین بچه، اوک دوتا میزنه جوین بشین. من هفته یک بار اعلام میکنم یه زمان خاصی و شما میتونین دکاتون رو ارسال بکنین بچه. میتونه دستساز باشه، میتونه جهانی باشه، مشکلی نیست. خب دک حریف بچه هوک سایکل، منتظرم ماسکتیر بندازه. خب یه مانک اینجلو بریم که ماسکش رو بگیریم بچه، سری ابلیتی مانک، یه بیبی از وسط، چون از وسط باید کنون بندازه بچه، شانس دیگه نداره. هوگرایدر انداخت، هوگرایدر انداخت سری بچه ما اینجا یه رم رایدر میریم. خب رم رایدر میری روی تاور، اکسیرش خیلی کم برای دفاع بیبی، اکسیر خاصی نداره. بله فایربال رو ترجیح میدم با گوست دفاع بکنم بچه، ترجیح من دفاع با گوست هستش. این گوست رو کمی زودتر بندازیم، میبینیم کمی باید زود بندازیم بچه. احتمالا هوگ بیاد، نه یه پکا بچه ها از عقب میریم. خب سری اینجا بچه الکترو ویزارد میاد، کارش بد نبود، اکسیر ما رو کشید دونو که مانک نندازیم، خیلی کار اشتباهی نکرد بچه، کار خوبی انجام داد. ولی من بیبی از وسط میدم چون کنو میندازه. بله این بچه فایر رو تیر میزنیم به اون ماسکیته. خوبه، خب یه گست برای هوگش، هوگش 3 تا میزنه دوسته. خوشم از ران مخالف انداخت، مهم نیست. خب این کار اشتباهی بچه، سری بچون جو الکترو ویزارد فایبال نزنه اوگه نمیتونه کاری انجام بده. خب در مورد تابر رو میزنه بچه، نمیتونه دفاع کنه. خب یه پکای زود
بوک بدون دمیج دفاع میشه. مرسی. بچه من اگر فایربال میزدم برای انداختن پک اکسیر کم میبردم و هوگش تاورم رو میزد. دقت کرده این فایربال رو نزدم، سب کردم اول هوگ پکا رو انداختم. بچه پکا رو باید خیلی زود بندازین تا هوگ حریف بدون دمیج دفاع بشه. خب مسیری رو بگیریم. مانکو مسیری داده. مرسی. مرسی. خب صندوق رو بلش کن. خب بچه ترکیب بعدی ببینم کی فرستاده. آقای لاجکت عزیز ایشون فرستاده. این دک اصولی نیست، این دک از دک قبلی هم اوضاعش بهتره. بچه ها ما هیچ کارت ساپورت کنندهی برای مگانایت نداریم. ترکیب و جوانی مگانایت معمولا رم رویدر دارن یا اکثرا بچه ها بندی تو پرینس دارن که پوش مگانایت بندازین و بیشترشون هم ماینر دارن. شما کارت ریز آوردی بله، ولی خب وقتی ماینر نداری نمیشه کاری انجام داد. اصلا این ترکیب ترکیب اصولی نیست، به درد لیگ دو کلاسیک هم حتی نمیخوره این دک. من باش بتل میزنم، ولی خب قبل از اینکه دک حساب بکنیم بچه کمی فکر بکنین نسبت به دکا جهانی اون کارتی که آوردین. این کارت بچه پرینس باید داشته باشه، مگانایت باید ماینر داشته باشه. زلزله اصلا مناسب نیست. خود منم فکر نکنم بچه بتونم با این دک وین بگیرم، ولی ببینیم چه جوری هست. چون خب بچه مگانایت خالی نمیتونه کاری انجام بده. مینی پکا دفاعش میکنه، یه والکیری و مایتی ماینر بچه مگانایت دفاع میکنه. پرینس بیاد پشتش با ماینر و بندیت بله میتونه کاری انجام بده. خب سری بچه اونجا مگانایت خوب میندازیم. مگانایت خوب انداختیم، فقط یه ضربه رو میزنه، دوتا ضربه خیلی هم بد نیست. سری زلزله فورکرکر. سری بچه اونجا بس میاد، چون برای دفاع بس به مشکل میخوره. اینجا یه فایر اسپریت داره. مرسی. خیلی خوشگل حرفه‌ای، هزار ماشاءالله. خب حواسمون رو باید جمع بکنیم. اکسیر برای رویال هوب نداره. نکته نکته قابل توجه و خوبیه بچه ها. یه گابلی میاد. خب زلزله خیلی تمیزی زدم. سری فارکرکر انداختم، میدونستم اذیت میشه. یه مگانایت الکتروس بریت هم میندازیم که دمیجی نخوریم بچه ها. نمیسیم. خب بنداز کانون، چون کارتی جز کانون نداره باشه. سر اینجا زلزله رو میزنیم، کینگ تاور اکتیف میکنی. خب اینجا سری بچ میاد بچه ها که با فایر استریت نتونه کینگ تاور اکتیف کنن. میبینیم بچه ها بچه ها رو ببینیم. به 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 این دمیج هزار ماشاءالله. خب یه فورکرکر میریم، امیدوارم بذاره دمیج بزنین. نه خوب بازی کرد. سری بچه ها لاگ میاد. خیلی جلوی مزهش نماد موقعیت رو از دست بدیم. خب اون خوب بازی بکنه بچه ها، زده ماست، خیلی راحت میتونه ما رو بزنه. خب بچه یه زلزله بیاد، یه فورکرکر تمیز من بتونم بندازم. هزار ماشاءالله. به به خیلی خوب بازی کرد. به به سری بچه اونجا وای میخواستم فایر اسپیت رو لاک بزنم، ولی خوب بازی کرد. خب کنون بالا میندازی. سری زلزله. خب اسکلتون برل بچه رو دمیج میزنه. بله مگانو تن نمیپرید بچه اون اسکلتون برلی به تابه میرسید دمیج میزن. خب اینجا بخواه لاک بزنه، ولی من مگانایت میندازم. خوب بازی کردیم، ولی دک دک حرفه‌ای نیست بچه. من به شما توصیه نمیکنم، دکای بهتری هم هست. سری زلزله از رانی مخواد اسکلتون برل بس. خب خوب بازی کردیم، بد نبود، ولی خب میگم بچه به شما من توصیه نمیکنم. خب ترکیب بعدی، ترکیب بعدی رو عزیز دل ما آیکان فرستاده. این دک بچه ها
دو تا وین کاندیشن داریم، کارت بالون و جاینت. خب ما تو هیچ ترکیب جهانی بچه بالون و جاینت رو نداریم، کمبو کمبو قشنگی نیست. یه ترکیب از خب ما جاینت و هوک داریم، هوک سریع از پشت جاینت میره روی تاور، ولی خب بالون بچه نه. و کارت تانک زمینی نداریم بچه، والکری یا مینی پکا یا مثلا دارک پرنس نداریم، بسیار کار سخت اینجوری. و بومبر نیازی نمود، به جا بومبر میتونه سیر والکری بیاری چون ما اسپلشتن خوب بچه ما ریج رو داریم، فایر اسپریت رو داریم، بومبر نیازی نداشتیم. میتونستی به جای بومبر والکری بیاری یا مثلا حتی میتونستی که گابلین بیاری. بومبر زیاد اتفاق جالبی نیست. به ماش بطل بزنیم، دک دک مورد داریه بچه، توصیه کننده نیست، دستم خوب کپی کردم. من بچه این دکو توصیه بهتون نمی کنم. این بزنیم ببینیم چه جوری هست. کارم بسیار سخته و اتفاق جالبی نیست، ترکیب خوبی نداره. خب یه ریج ما اینجا میزنیم، یه سس بچه آرچیکونی بچه مجبور شدم چون متوجه شدم یه سس کلت میمونه. بله نمینداختم، دمیج خیلی سنگینی میخوردم. ابیلیتی زود هزار ماشالله بزن بچه اکسیر زیادی عدد داد، حس میکنم بچه داره سری من فایر اسپریت رو میندازم. نه ترکیبش بچه رو نمیدونم. ریمیلی بچه اصلا دوست ندارم بچه دکو. قبولش ندارم ماشین دکو اصلا ماشین دکو قبول ندارم. یه جوینت ما از ته میریم، زدمونه بچه زدمونه. تورنیدو میزنه روی بالون، با بوم تاور اذیت میکنه. آرچکون از لانه مخالف، چرا بچه، چرا که تنها کارت زمینیش چیزی اینجا بخواد تورنیدو بزنه روی آرچکون فکر بازی. مرسی پسر، مرسی هزار ماشاءالله به خودم. بالون و بچه ها هیچ کاری نمیتونه انجام بده و جیجی بچه، فکر بازی تمیز مسلط اش بکنه بچه. من فهمیدم این میخواد بچه، من متوجه شدم این میخواد تورنیدو بزنه روی آرچکون، برای همین ابیلیتی رو نزدم، دیر زدم و خیلی مسلط تونستیم این رو ازش بگیریم. خب اینجا بچه الان میخواد چیز بیاید دیگه ها؟ بچه لایت رو من میزنم، یه دونه دفاع شو. خب باید مسلط بازی بکنم، باید مسلط بازی بکنم. چیزم داره بچه، چیزم آخه داره، این فایر بول هم خود داره بچه. عشق کردیم بچه، فایر سویت پیشبینی انداختم. بالون از اینجا که سمت بوم تاور نره، کنون از بک بنداز، سری ابیلیتی. خب الان تونو دو نداره بچه، ما اگر یه جاینت بندازیم نمیتونه دفاع بکنه به امره بمره بالون. بله کارش تموم باشه، خیلی حرفی و مسلح ترکی فول زدمونو به فکر بازی درست رو نسیم بزنیم بچه. به ما بطل آخر یعنی تکمیل میشه یعنی خب این ترکیب و امیر حسین عزیزم فرستاده، چیز ما یه هوک سایکله و به جای مینی پکا میتونستیم والکری داشته باشیم، چون ما تسلا داریم، آرچکوین هم داریم، زیاد مینی پکا بچه به کارمون نمیاد تو این دک. خود آرچکوین مگانای تو اینا رو نابود میکنن، والکری انتخاب مناسب تری بود، ولی ترکیب ترکیب بعدی نیست. مشخص این پسر فکر کرده گفته من ضعف هوایی دارم، تسلا برده که ضعف هوایی برطرف بشه. خب بین مده که امیر حسین عزیز یه بتل بزنیم احتمالا وین بگیرم. خب من خوب بازی میکنم با دکایم
ولی خب بازم من با هوک سایکل هم شده ببازم کلاسیک بچه، قابل پیش بینی نیست. دوتا میزنه بکن. نه دوتا نزد بچه، چه دمیج خوردم. این همین ترکیب جریده گراویارد بچه ها، دمیج سنگینه خوردم. ابیلیتی فعال نمیشه. خب اینجا والکری بیشتر به کار ما میاد، چون اسکلتون کینگ داره عریف، مچاپ مچاپ سختیه. مچاپ مچاپ سختی بچه ها. گابلین داشتم به جای اسکلت کارم آسون تر بود. یه اوگرایدر میریم. خب سب بکنم اشتا یه اسپیر بشست به تاور، حالا اسپیرتو بنیزیم. خب خب اینجا باید ابیلیتی دفاع انجام میشه. بچه یه برابرابلی به تنهایی آشکونه نمیزنه، ازش میتونه محافظت بکنیم. نه نه تونستیم. خب یه تسلا بچه ها از اینجا. خب ترکیب اذیت میکنه بچه ها مارو. من دوک سایکل باشم این ترکیب رو نابودش کنم. این لاگ پیشبینی بچه اش بکنین، لاگ پیشبینی رو اش بکنین. هزار ماشاءالله. خب الان بچه این مینی پکا به کار من نمیان زیاد حقیقت امر، مگه اینکه من باید فوق گراویارد بنزنمش، وگرنه جای دیگه زیاد به کار من نمیاد. یه اوگرایدر. خب یه تسلا بچه ها میندازیم. مچه مچه با سخت سریع اونو بلاک میکنیم، سریع اونو بلاک میکنیم. یه لاک. خب دقیقت باید بکنم، بلاکش میکنیم. مرسی بلاکش کردم من. ای بابا گرفته روی اسکلتون کینگ بچه ها. خب من بلاکش کرده بودم، وقت موضوع بچه ها والکری نداشتیم. اول مش بشه من گفتم این دک والکری میخواد. گفتم بشه این دک والکری نیاز داره، مینی پکا جاش نیست. خب ترکیب بعدی رو ترکیب شماره 9 رو آقا مصطفی ارسال کرده. خب این دک خیلی سایکل، این میشه آیس اسپریت بشه. باید خفاش همون بحث داشته باشه، اتفاق جالب نیست آیس اسپریت چون خیلی سایکله، بات نیاز داریم، حملش اینجوری ضعیفه، آرچر اتفاق خوبی نیست. اینجا دارت گوبلین میخوایم و کنون دفاعش ضعیفه باشه. اینجا بومتاور نیاز داریم، بسیار دکه سختیه چون خیلی سایکله و دکه سختیه. منم باید میدونم بتونم باش آسون وین بگیرم. بریم ببینیم چجوری هست. خیلی باشه دک دکه سختی داره، میبینه خودتون. دارت گوبلین انتخاب بهتره، آرچر زیاد جالب نیست. آرچر زیاد جالب نیست. بطل قبلی و والکری داشتم وی میگرفتم. خودم حمله آخرش رو من والکری میداختم جای تسلا برای اون. دفعه رو انجام داده بودم. خب آرچر از بک میریم. چی رمیلی هستی عزیزم؟ احتمالا رمیلی باشم. رمیلی بزنیم بچه، اگر میخوام ماینر بزنیم رمیلی بزنیم، خیلی قدرتمنده. نه مگانایت، احتمال زیاد باشم مگانایت. خب یه والبرکر میدیم، تیر هم داره این دک.
اوه، یک ورژن دستساز و خطرناک مگانایت رو داریم. یک کانون از وسط. بله، تیر هم داره، کار بسیار مشکل هستش و میخواستم با برنخمه نزنه، ولی خب متاسفانه زد. یه لاگ اینجا میزنیم، مگانایت بپره باشه، اشکالی نداره. خب این دیگه زیاده، این بندیتش بچه اشتباه بود، بندیتش اشتباه بود، نباید مینداخت. خب اکسیرش خالی، یه ماینر از بک میریم، اکسیرش خالی بچه، یه اسپریت. یه کانون. یه بول بکر خیلی حرفه‌ای، هم از کانون دفاع میکنیم و هم دمیج میزنیم. خوبه. این تیر داره بچه، این تیر داره، کار مشکله. نایت از بک، اتوانم مگا نایت رو بندازه. بله خب، آرچر اول بچه زود انداخته بشه تا اون تیرش رو وقتی میزنه سایکل بکنیم. عجله نکنیم بچه، پویزن رو من روی پول میزنم. کنون بچه از روی پول، سری آرچر، سری نایت، هزار ماشالله. خب اینجا ما میتونیم چیکار بکنیم؟ یه زدم خیلی خوشگله، یه ماینر که اون بربر نخبش بره عقب. خیلی بچه خوب بازی کرد. یه نایت که فونکس نزنه کنونمون رو. خب بچه ماینر دفاعی، ماینر دفاعی رفلت بکنیم، کارمون تمومه. یا آرچر خیلی حرفه‌ای بچه، یه ما والبرکر بریم، والبرکر اسم میکنم بچسته بچه، مرسی. خب زد نیمش اینا، ماینر چند تا بزنه نزد، ولی خیلی هم مهم نیست. خب آیسیس بودید، پویزه مچه ها میاد، سری کنون از اینجا که روش تیر نتونه بزنه، والبرکر که نیازی هم بهش نبودش. این کینگ تابین رو جا اکتیف میکنه، این ناته یه والبرکر رو بزنه کافیه. خوبه، خب زدیمش بچه، این ماینر رو که نمیتونه پیش بینی کنه قاعدتا. بله گیجی بچه، خیلی حرفی و مسلط، خیلی مسلط نه ولی مسلط، بعد بازی نکردیم، خوب بود. ترکیب سختی بچه، شما میتونین الان از دکای آسونتر ماینر مثل ماینر مرتاح شروع بکنن. این هم از کلاسیک این ویدیو، ده تا کلاسیک شده این اکانت، اصلا نمیدونستم. هزار ماشالله، اصلا بچه حواسم نبود. کجاست نمادش؟ آه اینجاست. روی نکنم از گرندو نزدیم، ما باید بزنیم ده تا کلاسیک بریم که بچه ست تاییش بکنه. ما ویدیو میگیریم دیگه به مرور، انشالله ست تایی هم میشه. آخه روی نکان خیلی کم کلاسیک میزنم، این بار گفتم هم اینجوری روی نکان بزنم. و اینم از این ویدیو بچه ها، ترکیباتون اکثرا خوب بودن، ترکیب مناسبی بودن. خیلی ممنونم که تا به اینجا کار ویدیو رو دنبال کردین. اگر شما میخواین دک ارسال بکنین یا با بتلاتون ریاکت بزنم، لینک گروه تلگرام و کانال تلگرام رو توی قسمت توضیحات ویدیو میذارم بچه، در خدمت شما هستم. بسیارم مشتاقانه این کار رو انجام میدم. بازم ممنونم ازتون، لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. تاج سرمان این بچه، از همتون بسیار ممنونم. بی نظرین تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.